مطالب بسیار زیادی در این چنل قرار دادیم در رابطه با اختلال نعوذ و از جنبه‌های مختلف اون رو بررسی کردیم و در تازه‌ترین ویدیویی که ساختیم بعد روانی اختلال نعوذ رو مورد بررسی قرار دادیم و راه‌های درمان اون رو خدمتتون عرض کردیم که شاید اساسی‌ترین نوع اختلال نعوذ در مردان از بعد روانی باشه. اما امروز اومدم تا بهتون در واقع خوراکی رو معرفی بکنم که معجزه‌آساست برای بسیاری از موارد و یکی از موارد خیلی کوچک دم دستی که میتونه برای بدن مردان انجام بده رفع کامل اختلال نعوذه و اون چیزی نیست جز روغن سیاه دانه. اگر میخواید بدونید که روغن سیاه دانه به چه صورت و تا چه اندازه میتونه به رفع اختلال نعوذ کمک بکنه تا انتهای ویدیو همراه من باشید. همچنین قراره بهتون بگم که چگونه مصرفش بکنید تا بهترین اثردهی رو داشته باشه. سلام عرض میکنم، من هم که پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما یک بار دیگر افتخار حضور دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفری باشید که از اونها مطلع میشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید، شیر بکنید و با اعضای خانواده خودتون و دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمندتون بی‌نصیب نگذارید. اگر به واسطه بهتون تنگز کمکی به این چنل بشه، مستقیما به سازمان هایی که کمک های پزشکی در هر زمینه‌ای و به هر طریقی به بیماران و یا به کودکان یا افرادی که کهولت سن دارن میرسونن اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوع جذاب ویدیوی امروز. اثر روغن سیاه دانه بر نعوذ از طریق گشاد کردن رگ‌های خونی در بدن از جمله رگ‌های آلت تناسلی اتفاق می‌افته، به طوری که باعث افزایش جریان خون در آلت تناسلی میشه و به بهبود نعوذ در مردان کمک میکنه. اختلال نعوذ ناشی از عوامل مختلفی از جمله نتیجه یک بیماری زمینه‌ای مثل بیماری‌های قلبی یا دیابت، مصرف الکل و یا عوامل روانی مثل استرس و استرابه. یکی از شایع‌ترین علل اختلال نعوذ کاهش جریان خون در آلت تناسلیه. در واقع علت اصلی جسمانی اختلال نعوذ کاهش جریان خون در آلت تناسلیه. مصرف خوراکی مثل روغن سیاه دانه تعداد اسپرم و حرکت اسپرم ها رو افزایش میده و به ناباروری در مردان کمک میکنه. نتایج مطالعه بر روی تعدادی از مردان نشون داده که مردایی که ناباروری دارند اگر 2.5 میلی لیتر یعنی نصف قاشق چای خوری روغن سیاه دانه رو دو بار در روز و به مدت 2 ماه مصرف بکنند باعث افزایش قابل توجهی در تعداد اسپرم، تحرک و مورفولوژی یا شکل و حجم مایع منی در اونها مشاهده خواهد شد. اما روغن سیاه دانه خواصش به همینجا بسنده نمی کنه و بسیار برای پروستات هم مفیده. به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی قوی تیموکینون که از ترکیبات مهم روغن سیاه دانه است، از سلول‌های پروستات در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد و ایجاد سرطان پروستات محافظت می‌کند. سلامت پروستات برای بسیاری از مردان به ویژه با افزایش سن یک نگرانی مهمه که بزرگ شدن قده پروستات هم می‌تونه منجر به هایپرپلازی خوشخیم پروستات یا سرطان پروستات بشه. مطالعات اخیر هم نشون داده که درمان پروستات با روغن سیاه دانه نتایج بسیار قابل قبولی رو به همراه داشت. جالبه بدونید که روغن سیاه دانه را اگر به بیزه های خودتون بمالید در ارتقاء کیفیت سلامت اسپرم ها میتونه مؤثر باشه. در تقویت و افزایش میل جنسی مردان هم میتونه بسیار کمک کننده باشه. برای ماساژ بیزه ها با روغن سیاه دانه
میتونید مقداری از اون رو به اطراف و زیر بیضه ها آغشته بکنید و به آرامی ماساژ بدید. اما فواید روغن سیاه دونه برای سفتی کمر. روغن سیاه دونه یک روغن همه کاره برای تقویت میل جنسی، افزایش عمل کرده نعوض و کمک به سفتی کمر و رفع سستی در مردان به شمار میاد. با مصرف خوراکی و موضعی این روغن با مشکلات جنسی میتونید خداحافظی بکنید. برای مصرف خوراکی بهتره که صبحا مقداری از روغن سیاه دونه رو تنهایی و یا در ترکیب با عسل میل بکنید. برای استفاده از موضعی هم میتونید از خواص مالیدن روغن سیاه دونه به کمر، جهت تقویت عضلات کمر و افزایش جریان خون در اون ناحیه استفاده بکنید، به طوری که کمر خودتون رو به خوبی با این روغن ماساژ بدید. همچنین برای ریش و سیبیل مردان هم بسیار میتونه مفید باشه. روغن سیاه دونه حاوی ترکیبی به نام تیموکینونه که یک آنتی اکسیدان قوی و ضد التهاب و اعتقاد بر اینه که در کمک به تحریک رشد ریش و سیبیل هم مؤثر هستش. در واقع یک ماده همه کاره برای مردان به شمار میاد. بهترین زمان مصرف روغن سیاه دانه اما برای کمک به سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی بدن، بهترین زمان مصرف روغن سیاه دانه توصیه میشه که قبل از هر وعده غذایی و ترجیحاً اول صبح باشه. این به بدن شما کمک میکنه تا ترکیبات مفید روغن رو به طور موثرتری در طول روز جذب بکنید و فواید طولانی مدتی رو به همراه داشته باشید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.